امروز در ایران فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران گفته آمریکا فقط باید با زبان زور باهاش صحبت کرد. اسماعیل قاهانی جانشین قاسم سلیمانی همچنین گفته اسرائیل به دلیل ترس از مقاومت ارتفاع دیوارهای بتونی دور خودش رو افزایش میده. کسی که مثل امریکا چیزی غیر از زبان زور نمیفهمد باید باهاش با چه زبانی صحبت کرد؟ مسیر مقاومت هر روز قوی‌تر شده. رژیم صهیونیستی فکر می‌کند که با تلاش‌های مذبوحانش می‌تواند مقاومت را ضعیف کند. اگر می‌توانست مقاومت را ضعیف کند، چرا در همین الانی که اینقدر سر صدا را انداخته، بالاترین و با ارتفاع‌ترین دیوارهای بتونی را داره دور خودش می‌کشه؟ همزمان در اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته هر کاری که لازم باشه انجام میده تا جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا نکنه. این صحبت‌ها در حالی امروز گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای دیروز گفته بود اگر لازم باشه تا 60% هم اورانیوم رو غنی‌سازی می‌کنن. بخشی از صحبت‌های همین امروز نتانیاهو رو بشنویم. لو نافشر لمستار الكيصوني واتوكفاني שלכם להתחמש בנשק גרעיני. לא עשינו את מסע הדורות של אלפי שנים חזרה לארץ ישראל כדי לאפשר למשטר ההזוי של האייתולות לסיים את סיפור התקומה של העם היהודי. עם הסכם או בלי הסכם, אנחנו נעשה הכל כדי שלא תתחמשו בנשק גרעיני. בריים בתל אביב, همکارم بابک اساقی از اونجا به ما پیوسته. بابک, بیشتر به اون بگو در مورد صحبت های نخست وزیر اسرائیل. بله, تهدیدات متقابل ایران و اسرائیل ادامه داره و در روزهای اخیر تندتر هم شده. امروز بنیامین نتانیاهو در آستانه جشن پوریم که داستانی مذهبی هستش که به ایران هم ربط داره, گفت به کسانی که به دنبال نابودی ما هستند مانند ایران و حامیان او در خاورمیانه میگوییم که 2500 سال پیش یک ستمگر دیگر در ایران سعی در نابودی ما داشت که او شکست خورد. امروز هم ستمگر امروز ایران مطمئن باشه که شکست خواهد خورد. او گفتش که به رژیم افراطی و تهاجمی ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته ایران نخواهد داد, چه با توافق و چه بی توافق. نتانیاهو گفتش که ما پس از هزاران سال به سرزمین اسرائیل بازگشتیم و به رژیم آیت الله ها اجازه نخواهیم داد که این رستاخیز قوم یهود را به پایان برسونند. باید بگویم فرداد که انتخابات اسرائیل یک ماه دیگه آغاز میشه و برای اولین بار مسئله ایران که تا به حال یک نوع توافق عمومی بر سر اون در اسرائیل برقرار بود وارد انتخابات هم شده و یک شکافی در این زمینه در مسائل سیاسی اسرائیل ایجاد کرده. گروهی از مقامات پیشین ارتش اسرائیل, موساد, کمیسیون انرژی اتمی, کارشناسان مسائل ایران و یک وزیر پیشین نامه‌ای به آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و همچنین بنی گانس وزیر دفاع ارسال کردن که در اونجا از قصد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگشت به توافق هسته‌ای 2015 اگر ایران به تعهدات خودش عمل بکنه موافقت خودشون را اعلام کردن و گفتن که ما از این اقدام جو بایدن حمایت میکنیم. پیش از این هم اهود اولمرت رئیس جمهور نخست وزیر سابق اسرائیل هم از توافق 2015 حمایت کرده بود و این نشانی هستش که دیگر اون توافق کاملی که برقرار بود در بین احزاب اسرائیل برقرار نیستش. ممنونم از تو بابک اساقی, خبرنگار ما در تل‌آویو.